برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. انجمن حسینیه خواجگان و چندین نهاد خیریه دیگر در بلوچستان پاکستان از ادامه تلاش ها برای ساخت خانه و مساجد آسیب دیده از سیل های اخیر در بلوچستان خبر می دهند. این انجمن ها و علمای شیعه در مراسم توزیع کمک برای تکمیل فاز اول این برنامه در عین حال از عدم رسیدگی و کمک دولت مرکزی در قبال رسیدگی به آسیب دیدگان سیل های اخیر در این منطقه شکایت نمودند. به گفته آنان دولت مرکزی و ایالتی هیچ گونه توجه نکرده و میلیون ها تن در اثر این سیلاب ها متضرر شده و در فقر و تنگ دستی به سر میبرند. اولین تماس صوتی مبتنی بر فضا با استفاده از تلفن های هوشمند استاندارد و استفاده از فناوری AST Space Mobile از ایالت تگزاس در ایالات متحده به ژاپن انجام شد. گفتنی است این اولین تماس صوتی دو طرفه مبتنی بر فضا با استفاده از تلفن های هوشمند استاندارد است. این فناوری می تواند در ارائه اتصال سلولی مبتنی بر فضا برای تقریبا 50% از جمعیت جهان که حتی امروز نیز با دنیای اطراف خود ارتباط ندارند بسیار مهم باشد. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد میکروپلاستیک‌ها در جریان خون ما هستند و از طریق مواد مصرفی روزانه مانند شیر و گوشت به بدن ما راه پیدا می‌کنند. وجود خارجی ذرات میکرو و نانوپلاستیک MNPS در بدن ما به دلایل واضح خطرناک است و این ذرات به طور بالقوه می توانند به مکانهای دوردست بدن ما راه پیدا کنند و به سلولهای زنده نفوذ کنند. محققان دانشگاه علوم پزشکی وین در مطالعه اخیرشان اظهار کردند پلاستیک مورد استفاده در بسته‌بندی مواد غذایی 2 ساعت پس از مصرف در مغز افراد یافت می شود. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دام از لوح در شهر مقدس کربلا در راستای ادامه فعالیت‌های نیکوکارانه خود در کشور عراق به صدها کودک نیازمند در این کشور لباس عید اهدا کرد. این اقدام به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر 1444 و در عمل به توصیه‌ها و رهنمودهای آیت الله العظمی شیرازی دام از لوح مبنی بر حمایت از نیازمندان ایتام صورت گرفت.